گزارش های منتشر شده از وضعیت دریاچه ارومیه حاکی از خوشسالی زود هنگام این دریاچه که بزرگترین دریاچه آبشور جهان به شمار می رود می باشد. در همین زمینه گفتگوی انجام دادیم با ماشاءالله رزمی، فعال زیست محیطی از پاریس. آقای رزمی، اگر بخواید آخرین وضعیت دریاچه ارومیه رو برای بینندگان ما توصیف کنید، به چه نکاتی میتونید اشاره کنید؟ ببینیم، به طور کلی حیات وحش و زندگی مردم و کشاورزی در استانهای شمال غرب کشور تا اندازه‌ای وابسته به وجود این دریاچه هستش. با از بین رفتن دریاچه اکوسیستم کاملا به هم میخوره. نه کشاورزی عملی خواهد بود و نه روستاها و شهرچه‌های اطراف دریاچه قابل زیست. برای اینکه بعد از خشک شدن دریاچه 8 میلیارد متر مکعب نمک از اون باقی میماند که با یک طوفان ساده میتواند کل منطقه را به یک شورزار بسیار به اصطلاح غیر قابل زیست تبدیل بکنه. این است که نجات این دریاچه در شرایط فعلی یک اولویت ملی و وظیفه همه هستش که بتونن این دریاچه را نجات بدن. دریاچه الان حدود عمق دریاچه در حالت عادی 16 متر بوده، الان تقریبا نصف آب پایین آمده، بیش از 7 متر عمق دریاچه پایین آمده و این باعث میشه که با کم شدن آب ها زودتر جمع میشن و تخریب دریاچه سریعتر انجام میگیره. خب شما فکر میکنید دلیل این حادثه چی هست؟ چرا باید دریاچه ارومیه با این وسعت امروز به این وضعیت اسفناک دچار بشه؟ دریاچه علتهای متعددی داره، ولی علت اصلیش اینه که طی 20 سال گذشته روی کلیه رودخانه هایی که به این دریاچه ختم می شدن سد زده شده و استفاده از آب این سده ها همیشه به صورت ضرورت نبوده. مثلا کشت چغندر یا ایجاد باغات میوه و اینا آب مصرف شده به صورت سنتی، در حالی که می توانستن از طریق در واقع ایجاد آبیاری قطره‌ای حتی اکثر استفاده را از آب موجود انجام بدن و مشکلی هم پیش نیاد به این ترتیب، ولی متاسفانه این کارها انجام نگرفته، فقط به صورت قدیمی در واقع آبیاری انجام میگیره و آب زیادی هدر میره. در نتیجه دریاچه الان حتی یک قطره هم آب به دریاچه ریخته نمیشه. به این ترتیب دریاچه در حال خشک شدن. اگر تا 2 سال دیگر این دریاچه به صورت اضطراری نجات پیدا نکنه، به طور کلی از بین خواهد رفت. خب فکر میکنید که مهمترین کار و اولین کاری که باید در این شرایط انجام بشه چی هست؟ چه راهکاری رو میشه برای نجات این دریاچه پیشنهاد داد؟ ببین، اولین کاری که الان میشه کرد باز کردن سده هایی که آب پشتشون هست الان، برای اینکه الان در فصلیه که آب حتی بیشتر تبخیر میشه و بتونن اینو اصطلاح جلوی خوش شدن بیشتر آب و موجود را بگیرن. از طرف دیگه بعد از طریق رودخانه های زاب کوچک و عرف که پروژه هاش قبلا تهیه شده، هزینه خیلی زیادی هم نداره، امکان عملی وجود داره. از 3 سال پیش سر این مسائل ما هر جا دستمون میرسیده در واقع متوسل شدیم ولی کاری نکردم. در نتیجه دولت 3 سال پیش خودش تصویب کرده بود برای انتقال آب از رودخانه عرف، ولی تا به امروز حتی یک ریال هم خرج نشده، یک قدمی برداشته نشده. یعنی برای نجات دریاچه الان اولین کار اینه که این سده هایی که آب کشتشون هست باز بکنن، دوم آب از رودخانه های زاب کوچک و عرف به اینجا بیارن تا بتونن این دریاچه را نجات بدن. متاسفانه مجلس به لایحه دوفوریتی رأی نداده و دیدیم که تمام مردم شهرهای آذربایجان الان در حالت روحی بسیار عصبانی قرار دارن و ممکنه عواقب خیلی اجتماعی تندی به دنبال داشته باشه.